باغبانان فصل فردا از جنگل سبز ساقه ها رویدم، تنومند و بیشکست، شرف بودن. به یاد یکی از میلیشیاهای دانش آموزی تهران، مجاهد شهید فرزاد علی عربی، 20 ساله. مجاهد خلق هرگز تسلیم نمی شود. ما همه می جنگیم تا خمینی را شکست بدهیم. تسلیم نشدن به دشمن عهدی است که نسل مجاهد این میهن از دیرباز با خدای خیش بسته است. پیمانی خونبار که برای تحقق آن جانهای پاک بیشماری فدیه گشته است. نوگلهایی از نسل انقلاب و سرقدانی ایستاده بر راه. مجاهد شهید فرزاد علی عربی نیز در شمار این نسل خونینبار بود که پای در راه انقلاب و مبارزه نهاد و تا به آخر بر سر پیمان وفادار باقی ماند. سمبولی از رشادت و فداکاری یک نسل در نبرد با ولایت سفیانی. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. سوره مائده آیه 32. کشتن یک انسان بیگناه به مثابه قتل همه انسان هاست و حمایت و نجات یک فرد به مثابه زنده کردن همه انسان هاست. هنگامی که ظلم و استثمار فضای یک جامعه را آلوده می کند و به دنبال آن استبداد و اختناق رشد می کند و صدها نفر به جرم داشتن عقیده خیش به دست پاسداران شب به شهادت می رسند و هنگامی که مرتجعین زمان امور را به دست می‌گیرند و به جوانانی که هدفی جز خدمت در راه خدا و خلق ندارند و از تمامی شهوات و غرایز مادی این دنیا می‌گذرند برچسب منافق و وابسته نثار می‌کنند و هنگامی که مدعیان کاذب اسلام دستور کشتار می‌دهند و ساواک تشکیل می‌دهند و زندانها را از فرزندان متعهد این خلق انباشته می کنند و برای کارهای خیش توجیه شرعی درست می کنند و هنگامی که شکنجگاه ها و خانه های امن رواج پیدا می کنند و وجه شرعی نیز پیدا می کنند و هنگامی که سکوت هر فرد مسلمان و متعهد به منزله همکاری با دشمن خدا و خلق می باشد طبق کلام 146 نهج البلاغه و همچنین طبق آیه 31 سوره حج به کسانی که مورد ستم واقع شده اند اجازه داده شد بجنگند و همانا خدا به یاریشان تواناست و طبق آیه دیگر و نرید و انمونه که مستضعفین وارثین نهایی زمین می باشند و طبق آیه دیگر لقد ارسلنا رسلنا فرو فرستادیم پیامبران را با کتاب و میزان تا بلکه به قسط کنیم. اراده خداوند از آستین خلق بالاخره بیرون خواهد آمد و تاریخ سیر تکاملی خود را خواهد پیمود و حق پیروز و باطل مانند کف روی آب از بین رفتنی است.
ظالمین و ستمگران و مرتجعین نابود خواهند شد و خمینی ها از بین خواهند رفت، همان گونه که صدهای قبلی از بین رفتند. و من به هیچ چیزی احتیاج ندارم، تنها راه من را ادامه دهید و در راه نابودی این رژیم ضد خدا و خلق بکوشید. و سلام، فرزاد علی عربی. می نویسم از گل سرخ، از گلوی زخمی ساز، از پر و بال پرنده، حس بی پروای پرواز. سالها قلب شقایق با گلوله آشنا بود، در شبان تیره اما رمز پیروزی فدا بود. لاله های خونین وطن، فکره های آزادی، دشت خون جوشان شما، رهکشای آزادی. لاله های خونین وطن، فکره های آزادی، دشت خون جوشان شما، رهکشای آزادی. همرزمان فرزاد صحنه شهادت او را به نقل از مادر شهید اینطور به یادگار گذاشتند: برای پرسجو از درگیری و شهادت فرزاد به خیابون آریا شهر رفتم. از مغازه‌دارها شروع به پرسجو کردم تا اینکه من رو نزد کسی بردند که اول تا آخر ماجرا رو شاهد بود و اون برام تعریف کرد. فرزاد علی عربی و همراه همرزم دیگرش در یک تور خیابانی پاسداران میافتند. هی، با شما هستم. ایست. درود بر سازمان مجاهدین خلق. مرگ بر خمینی جلاد. مردم قهرمان، من یک مجاهد خلقم و برای ایدئولوژی و وطنم می جنگم. ما همه می جنگیم تا بالاخره خمینی را شکست بدهیم. مجاهد خلق هرگز تسلیم نمی شود. درود بر برادر مجاهد مسعود رجبی. این آخرین واژه هایی بود که از اون پسر دلاور شنیدیم. اون خیلی مرد بود. نارنجکشو کشید و رو قلبش گذاشت و خودش رو زیر پل پرت کرد تا مردم آسیب نبینن و خودش هم دست این پاسدارای وحشی نیفته. خانم ها با دیدن این صحنه گریه میکردن. اون خیلی مرد بود. مشخصات و لباس او را از مغازه‌دار پرسیدم و مطمئن شدم که فرزاد خودم بوده، به خصوص وقتی که جای سوختگی روی صورتش رو تایید کرد. دیگه برام شکی باقی نموند. فرزاد پسر نازنینم برای همیشه پر کشیده بود. اون هم چه مردانه. از این دنیا اگه کوتاه دستم، پاشو مادر، ولی من زنده هستم. تو فریادای اون که روی بامه، تو بغض اون که فکر انتقامه. باغبانان فصل فردا از جنگل سبز ساقه ها رویدم، تنومند و بی شکست.
شرف بودن.